امروز یک مسئله مطرح است به نام روانشناسی زرد. روانشناسی زرد یکی از همون اطلاعات و داده هایی است که در فضای مجازی پخش می شوند تا مثلا یک سری اتفاق ها را غیر واقعی جلوه بدهد. مثلا خیلی راحت مثلا بگه شما این کار را اگر انجام بدهید با موفقیت دست پیدا میکنید، با پول انگفتی دست پیدا میکنید، یک سری راه های غیر واقعی را در جلو راه مردم قرار بدهد که نه از واقعیت برخوردار نیست، حتی اگر او راه را هم کسی برود مشکلش حل نخواهد شد، و اگر این راه را انجام برود و این کار را انجام بدهد با موفقیت دست پیدا نخواهد کرد. این میشه روانشناسی زرد. یا با جملات بسیار فریبنده در ظاهر زیبا اما فریبنده داره جوانان ما را فریب میده از طریق همین اطلاعات غلط. مثلا من یک از این جمله ها را به عنوان نمونه عرض بکنم. گفتن که اگر من مثلا این جمله در ظاهر خیلی زیباست که در بیابان زیر باران قدم بزنم، این خیلی بهتر است از اینه که در مسجد باشم در هنگام نماز ولی به فکر کفش هایم باشم. در زیر باران در خیابان قدم بزنم این بهتر است. خب این جمله را در ظاهر میبینم خیلی زیباست، خیلی خوبه که من در بیابان در خیابان باشم زیر باران به خدا فکر بکنم، این بهتر است از اینکه در مسجد مشغول نماز باشم اما به فکر کفش هایم باشم. این جوان ها با همین جملات زیبا دارن فریب میدهد. اما عرض ما این است که طرف میتواند برود مسجد کفش خودشان با خودش ببرد، دیگه به کفش هم لازم نیست فکر بکنه، به همون جا مشغول عبادت به خدا فکر بکنه. در این حال میتواند زیر باران ده سادن قدم بزنید، اینا با هم دیگر منافات ندارد. اما با همین جمله های به ظاهر زیبا و فریبنده داره جهت دهی میکند، داره افکار را و سبک زندگی را تغییر میداد. خب خود روانشناسی زرد یک بحث مفصلی است، این جملات زیبا به ظاهر زیبا و فریبنده بحث دیگر است. منظور که همین اینها اطلاعات است که دارد در فضای مجازی و در همه شبکه های اجتماعی پخش می شود و ما کاربران چون قدرت تحلیل دقیق و عمیق نداریم گاهی ممکن است فریب این اطلاعات را بخوریم و از این طریق افکار ما دستخوش تغییر قرار بگیرد، سبک زندگی ما تغییر پیدا بکند و باورهای ما را هم تهدید بکند.